به ایستگاه خبری تلویزیون ایران آزادی خوش آمدید. 10 تیر 1403 برابر با 30 جوان 2024. سلام دارم به همه شما شنوندگان ایران آزادی. نگاهی میکنیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. رویترز با انتشار فیلمی از تظاهرات برلین نوشت روز شنبه ایرانیان در برلین تجمع کردند. تظاهر کنندگان خواستار سرنگونی رژیم آخوندی و برپای یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین از دولت هستند. خبرگزاری فرانسه یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، تظاهر کنندگان در برلین خواستار آزادی برای ایران شدند. این تظاهرات توسط شورای ملی مقاومت ایران ترتیب داده شده بود. مایک پنس پس از شرکت در اجلاس جهانی ایران آزاد 2024 در حساب ایکس خود نوشت مفتخر هستم که در اجلاس جهانی ایران آزاد 2024 سخنرانی کردم. به مقاومت ایران گفتم به خاطر همه شما تغییر در راه است. بادهای تغییر در ایران قوی تر از همیشه می‌وزد. مردم ایران روزی آزاد خواهند شد. مایک پومپو در مورد شرکت خود در گردهمایی ایران آزاد 2024 در پاریس در حساب ایکس خود نوشت امروز پس از آنکه مردم ایران با تحریم انتخابات ساختگی حکومت دینی آخوندها را با اکثریت قاطع رد کردند، در اجلاس ایران آزاد 2024 در پاریس در حمایت از جمهوری دموکراتیک و غیر هسته‌ای ایران سخنرانی کردم. جنگ گرگ‌ها پس از تحریم بزرگ شعبده انتخابات. منصور حقیقت‌پور عضو سابق مجلس ارتجاع: وقتی اصولگرایان با هم نمی‌توانند تفاهم کنند، چگونه می‌خواهند با مردم تفاهم کنند؟ اینها در مجلس هم باختند. نه ریاست مجلس و نه ریاست جمهوری دست تندروها را نگرفت. رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان در واکنش به بیانیه قالیباف مبنی بر اینکه نگذاریم اصلاح طلبان بر سر کار بیایند گفت تو چه کاری که نگذاری؟ نمیگذارم به معنای گردن کلفتی است. روزنامه حکومتی شرق درباره وعده‌های پوشالی کاندیداهای شعبده انتخابات نوشت یکی از نامزدها وعده جت اسکی میداد، یکی زمین و یکی پول. اگر این همه چیز را می شود به ملت داد، پس چرا در این 45 سال اینها را به مردم ندادید؟